همکارم بردیا افشین برای ارائه جزئیات بیشتر همراه ما هستن. بردیا، با توجه به پایان مهلت کارزارهای تبلیغاتی در ساعات آینده، چه انتظاری رو میشه از عملکرد طرفین داشت؟ دقیقاً 22 ساعت مونده که این مهلت کارزار انتخاباتی به پایان برسه، 6 بعد از ظهر روز شنبه به وقت محلی، و همین 22 ساعت هم میتونه بسیار تعیین کننده باشه، چون که به هر حال خیلی تصور میکنن که 12% از رای دهندگان ترکیه‌ای مرددن و این میتونه تعیین کننده باشه در اینکه چه کسی از صندوق‌های رأی روز یک شنبه بیرون خواهد اومد. اونجوری هم که اشاره کردی خودت، خیلی‌ها انتظار دارن که پیروز رجب طیب اردوغان باشه، رئیس جمهور، و او در واقع سلطه خودش رو در ترکیه به دهه سومش امتداد بده. اما او پیش از اینکه انتخابات مرحله اول برگزار بشه، از سوی نظرسنجی‌ها به نظر می‌رسید که خیلی عقیده داشتن که با بزرگترین چالشش روبروست و از رقیب خودش حتی عقب خواهد افتاد، از کمال کلیچدارو. و حالا او ساعتی پیش اینجا در اسنلر، در یکی از مناطق مهاجرنشین استانبول، حضور پیدا کرد و چند هزار طرفدار خودش حضور داشتن، و خب اون چیزی که در مرحله اول رقم خورده بود رو یک پیروزی برای دموکراسی در ترکیه خون. به هر حال مشارکت نزدیک به 90% رو شاهد بودیم و او به اون اشاره داشت و گفتش که با این حال پیش از اون هم تاکید کرد که اگه ائتلاف خودش به پیروزی برسه، 85 میلیون ترکیه‌ای به پیروزی رسیدن. به هر حال او میدونه که درسته که اون چیزی که شاهد بودیم یک مشارکت بالا بود و به عقیده خیلی یک چیزی که در دموکراسی غربی مثلا ما شاهدش نیستیم، اما او به 50% بیشتر از 50% احتیاج داره و خیلی تصور میکنن که به این برسه. ولی با این حال طی 22 ساعت آینده به کارزار خودش ادامه خواهد داد با شعارهای قاعدتاً ملی‌گرایانه که بتونه ملی‌گرایان از مذهبیان تا سکولارها رو به خودش جلب کنه، به خصوص اون همچنان عده مردد رو. اما از سوی دیگه ما شاهدیم که کمال کلیچدارو همین الان در یک کارزار تبلیغاتی در استانبول حاضره و او هم از تلاش دست نکشیده. او هم تلاش میکنه که بتونه با همون شعارهای ملی‌گرایانه بتونه اون مرددین رو به خودش جلب کنه و در این حال حملات شخصی رجب طیب اردوغان رو بی‌پاسخ نگذاشته. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور، رقیب خودش رو متهم می‌کنه که با تروریست‌ها ارتباط داره. اشاره او به اینه که در واقع حزب دموکرات خلق‌خواه، حزبی که رای دهندگانش عمدتاً از مناطق کرد نشینن، از کمال کلیچدارو حمایت کرده و او این حزب رو با حزب کارگران کردستان PKK در ارتباط میدونه، و برای همین میگه که او در واقع رجب طیب اردوغان میگه که کمال کلیچدارو حامی تروریست است، در حالی که در حمله تازه کمال کلیچدارو میگه که نه تنها رجب طیب اردوغان نشست و برخاست داشته که حامی تروریست است، و او میگه که اگر حزب دموکراتیک خلق‌خواه، حزبی که رای دهندگانش عمدتاً در مناطق کرد نشینن از او حمایت کرده، به معنی این نیست که او همراه این حزبه. به هر حال همونجوری هم که در گزارش دیدیم، حزب‌های مثلا راستگرای افراطی و ملی‌گرای افراطی، مثلا حزب ظفر، هم الان از کمال کلیچدارو حمایت کردن و این عملیات میتونه موازنه ها رو تغییر بده. با توجه به تمام مواردی که گفتی، پیش‌بینی‌های داخل ترکیه به سمت کدام یک از طرفین تمایل داره؟ امروز قیمت ارزش لیر در مقابل دلار به پایین‌ترین سطح خودش رسید و این شاید به معنی اینه که در غرب نگاه‌ها به این سمته که رجب طیب اردوغان پیروز خواهد شد و او به سیاست‌های غیر معمول اقتصادی خودش ادامه خواهد داد، مثلا پایین نگه داشتن نرخ بهره در مقابل نرخ کم سابقه یا بی سابقه تورم. اما در داخل هم با توجه به اون چیزی که در مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری رخ داد، شاید کمتر کسی دیگه اعتنایی بکنه به نظرسنجی‌ها. اون زمان نظرسنجی‌ها حکایت از این داشتن، درسته که کمال کلیچدارو پیروز قاطع در مرحله اول نخواهد شد به زعم نظرسنجی‌ها اون زمان، اما پیشی خواهد گرفت از رجب طیب اردوغان، که این اتفاق نیفتاد و آقای اردوغان با اختلاف نزدیک 5% پیشتاز مرحله اول بود. اما ما دو تا نظرسنجی است که خیلی از رسانه‌ها اینجا بهش استناد می‌کنند. در یکی از نظرسنجی‌هایی که معتبرتر نشون داده میشه که پیروزی قاطعی رو به دست خواهد آورد رجب طیب اردوغان با اختلاف 5%، اما نظرسنجی دیگه هم هست، حکایت از پیشتازی کمال کلیچدارو داره و
باید گفتش که 22 ساعت 48 ساعت میتونه همه چیز رو غیر قابل پیش بینی کنه. ممنونم از تو همکارم بردیا افشین و گزارشی که از نتیجه احتمالی انتخابات ترکیه برای ما ارائه دادیم.